اشرف غنی حوصله ملت به سر رسیده، افراد مصلی مسئول و غیر مسئول خلص سلام می شوند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. اشرف غنی حوصله ملت به سر رسیده، افراد مصلی مسئول و غیر مسئول خلش سلام می شوند. رئیس جمهور غنی تاکید می کند که حوصله ملت دیگر به سر رسیده و افراد مصلی غیر مسئول یا مسئول خلش سلام می شوند. با گزارش سپوتنیک، دفتر رسانه ای ارگ ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی در ادامه گفتمان ملی با شهروندان کابل امروز چهارشنبه 25 جدی در دیدار با باشندگان نایه های 18 و 19 و ولسوالی دی سبز کابل گفته است که پیام مردم این است که مسئولین در مقابل اهالی ولسوالی دی سبز چشم بینا، گوش شنوا و دست کارار نداشته و این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور تاکید کرده است قاصد دیگر جایی ندارد، در مقابل آنان اقدامات جدی صورت میگیرد. افراد مصلی غیر مسئول یا مسئول خلص سلام می شوند. چون حوصله ملت دیگر به سر رسیده است، هیچ فرد بالاتر از قانون نیست. وقتی در مقابل دشمن افغانستان می جنگیم، نباید در مقابل زورگویان به تفاوت بمانیم. او همچنان به مردم دی سبز کابل اطمینان داده که در 3 سال آینده مشکلات معارف، آب و برق این ولسوالی به گونه اساسی حل می شود. غنی همچنان اضافه کرده است مردم به گونه واضح، قاطع و همه جانبه اصلاحات می خواهند. ما برای اصلاحات زمینه را فراهم کرده ایم و من اصلاحات را می آورم. اما کسی که در برابر اصلاحات مانع ایجاد می کند به مردم پاسخ بگویند. این در حال است که گفتمان ملی به هدف بهبود وضعیت شهر کابل از روز گذشته آغاز شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد هدف از برگزاری این گفتمان ملی گفت که این گفتمان در پی افزایش شکایت های مردم راه اندازی شده است و رئیس جمهور می خواهد تا از نزدیک و به گونه مستقیم با اهالی هر نایه و حوزه شهر کابل نشست داشته باشد. این در حال است که دزدان مسعود هاشمی را در بنایی کابل به خاطر موبایلش کشتند. هاشمی لیسانس حقوق بود و 7 ماه از عروسیش می گذشت. جنازه امروز دوسی در دی سبز کابل به خاک سپرده می شود. همچنان پلیس کابل یک ساکر حرفه‌ای را دستگیر کرد. وزارت داخله با نشر خبر می گوید که یک فرماندهی پلیس کابل یک ساکر حرفه‌ای را در مربوطات حوزه ششم امنیتی بازداشت کرد. با گزارش سپوتنیک در خبرنامه آمده است که منصوبین فرماندهی پلیس کابل در پی یک عملیات یک ساکر حرفه‌ای را در مربوطات حوزه ششم امنیت ملی بازداشت کردند. خبرنامه می افزاید که این فرد در مربوطات نایه ششم و سایر نقاط شهر کابل رهزنی و سرقت می کرد. فرد بازداشت شده در 6 قضیه سرقت در نایه ششم کابل دست داشته است. کرزی مردم از برادرکشی و خونریزی های دراز مدت خسته شدند. رئیس جمهوری پیشین میگوید مردم کشور ما از جنگ های دراز مدت و کشتار رنج میبرند. با گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه های خبری کابل، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور در بیانیه ابراز داشته است مردم افغانستان از جنگ و کشتار دراز مدت رنج میبرند و امیدوار است به زودی شاهد تأمین صلح و امنیت دائمی و سراسری در کشور باشند. حامد کرزی شام روز گذشته 3 شنبه 24 جدی در مراسم افتتاح نشست گفتگوهای رایزینا در هندو با ابراز نگرانی از تنش‌های ایجاد شده میان آمریکا و ایران خواستار حل این تنش‌ها از راه گفتگو شده و بر تأمین صلح و ثبات در منطقه بر مبنای عدم تجدید تاکید کرده است. رئیس جمهور پیشین در این نشست همچنان هند را دوست تاریخی افغانستان خوانده و از ناندرا مودی نخست وزیر و مردم این کشور به خاطر کمک هایشان قدردانی کرده است. در این نشست حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی نیز از جناب حکومت افغانستان اشراک کرده بود.
دو شرط امریکا برای امضای توافقنامه صلح با طالبان. رهبر حزب اسلامی گفته است که امریکا از گروه طالبان خواسته است که روابط خود را با ایران قطع کنند و با حضور شمار از نیروهای امریکایی در افغانستان پس از توافقنامه صلح موافقت نمایند. با گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه ها، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از دو شرط امریکا برای طالبان قبل از امضای توافقنامه صلح پرده برداشت. وی گفت امریکا از گروه طالبان خواسته است که روابط خود را با ایران قطع کنند و با حضور شمار از نیروهای امریکایی در افغانستان پس از توافقنامه صلح موافقت نمایند. گلبدین حکمتیار گفت امریکا دو اصل را به عنوان پیش شرط امضای توافقنامه صلح با طالبان مطرح کرده است. با گفته این پیش شرط ها معنی جدی در برابر روند صلح می باشد. گفتنی است که روند صلح افغانستان دو بدنه اصلی حکومت وحدت ملی را با تفاوت جلف دیدگاه درباره آتش بس روبرو ساخته است. با این حال طالبان تا اونون در این باره بگونه رسمی واکنش نشان نداده. منابع: رهبر طالبان درباره کاهش 7 روزه خشونت توافق کرده است. سرانجام پیس از بیشتر از 1 ماه ریزنی ها، منابع میگویند که ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان درباره کاهش 7 روزه خشونت ها در افغانستان توافق کرده است. به گفته این منابع، رهبر گروه طالبان اما گفته است که کاهش خشونت ها در شهرهای مهم افغانستان هنگام عملی خواهد شد که امریکا نیز توافقنامه صلح را در درازای این 7 روز که به خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیانجامد امضا کند. سمی یوسفزای خبرنگار آزاد در این باره گفت عالمان دین به ملا هیبت الله به این شرط مشوره دادند که در طرح 7 روزه کاهش خشونت ها را تایید کنند که در این مدت امریکا با آنان توافقنامه صلح را امضا کنند. منابع نزدیک به طالبان میگویند که کاهش خشونت ها به این معناست که طالبان بر شهرها حمله نمی کنند، حمله های انتحاری انجام نمی دهند و نیز شاره های مهم کشور را نمی بندند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چهارشنبه 25 جدید در یک مراسم گفتگوها دلی جدید 2020 سخن می زد. تلاش های امریکا در روند صلح افغانستان امیدوار کننده توصیف کرد. او گفت بله، ما در افغانستان از ابتکار تازه امریکا برای تامین صلح در کشور امیدوار هستیم و این تلاش ها کارا خواهد بود. ما این تلاش ها را پشتیبانی میکنیم. با این همه حمدالله محب مشاور امنیت رئیس جمهور نیز که در این نشست در دهلی نو سخن میزد برای پیروزی روند صلح بر تامین آتش بس از سوی طالبان تاکید ورزید. آتش بس روند صلح پایدار را در کشور سرعت میبخشد، زیرا مردم افغانستان با جدیت خواهان هستند و اگر با آن توافق نشود این کار به مردم و دولت افغانستان ثابت خواهد کرد که دشمنان ما نه تنها در مورد صلح جدی نیستند، بل این موضوع در صلاحیت تصمیم آنان نیز نیست. ریاست جمهوری افغانستان هم در یک کمیته ارشد همانگی در بخش صلح را رهبری وزارت دولت در امور صلح ایجاد کرده است. در یک حکم رئیس جمهور آمده است که تمامی کارکردها و موضع‌گیری ها در روند صلح باید در هماهنگی با وزارت دولت در امور صلح انجام شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت این کمیته ریاست آن را وزارت دولت در امور صلح به عهده دارد. در راستای ایجاد هماهنگی میان وزارت و 14 نهاد دولتی ذی‌دخل دیگر در روند صلح فعالیت میکند. با این همه منابع در قطر میگویند که امریکا درباره قطع روابط گروه طالبان با ایران و نیز حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پس از امضای توافقنامه صلح هیچ پیش شرط را مطرح نساخته است. همزمان با این زمیر کاپلوف فرستاده وزیر روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان در اصول به یک آتش بس توافق کردند. آقای کاپلوف در گفتگو با یک رسانه های هندی افزوده است که این طالبان حتی در اصول پذیرفتند که در صورت امضای توافقنامه صلح با امریکا یک آتش بست ابتدایی را با حکومت افغانستان نیز بپذیرند. او به این باور است که توافق صلح با طالبان به معنا قدرت رسیدن طالبان نه، بل شریک شدن این گروه در قدرت است.
سپاس که تا ایندم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.